چشم. من بیشتر میخوام خاطری از منصور حکمت بگم. ابتدا از بنیاد منصور حکمت و آذر تشکر میکنم که ما رو دعوت کردن به این کنگره. این خاطرم راستش بیشتر میخوام چون ایراد یه چیزی گفت به نظر من به درستی گفت. منصور حکمت یه اقیانوسی بود که ما میخوام یه قطرش رو حداقل توضیح بدیم. سر همین خاطرم هم بیشتر میخوام دو نکته‌ای که خیلی برای خودم مهم بدونم تو سال 60 در یک جلسه که الان توضیحش میدم چگونه بود، تأثیراتی که خود منصور حکمت گذاشت و مهمترین مسئلهش نفوذ کلامش، تأثیرگذاریش و مهمتر از همه قانع کردن آدمایی به اون خط و به اون نظری که خودش داشت. من اولین بار همون دوری که آذر گفت، منم اولین بار نه با اسم منصور حکمت با اسم نادر باش روبرو شدم. سال 60 بود، ابتدا که اومد یه منطقه دیواندره بود با حمید تقوایی که خواستیمشون در واقع بفرستیمشون اطراف مقرای کمیته مرکزی. بعد از اون حدودا ما اختلافاتی تو خود ناوچه اون دوره بعد از کنگره دو خود در واقع نیروهای نظامی خود کماله به ناوچه ها تبدیل شده بود. ما هم تو ناوچه یا ناحیه به اصطلاح ناحیه دیواندره بودیم. بر اثر اختلافاتی ما میبایست بریم پیش کمیته مرکزی برای توضیحات و بالاخره بحثایی. به مرسی که ما رسیدیم اطراف سلامت بود و اینا، کمیته مرکزی منو گذاشتن مسئول نظامی خود کمیته مرکزی اینا، چون دو تا منطقه هم سلامت و هم زراندور تحت اتوریته خود کمیته مرکزی و ارگانای کمیته مرکزی و پارسگری اونجا بود به حفاظت. اولین برخوردی که ابتدا نادر رو دیده بودم اونجا ولی صحبت نکرده بودیم تو خود زراندور بود، به شدت رو من تأثیر گذاشت. به این اعتبار که اولین بار بود با یه آدمی برخورد بکردم، احساس بکردم که نزدیکترین کسی به من در رابطه با حل مشکلاتم. حالا نمیدونم سر خود اون مشکلات چی بود، اونجا چطوری بود و خود بحث بیشترین مسئله در رابطه با خود کنگره سه که میخوام بگم. تو کنگره سه قبل از اون که اصلا وقتی حرکت کومل است، آره قبل از این که حرکت بکنیم، چون بایستی واحدهای رو در واقع سازمان میدادیم که میرفتن اعضای کمیته مرکزی به طرف کنگره، کل اون اعضای کمیته مرکزی رو با ماشین اونا فرستادیم. یه ترکیبی مونده بود که حدوداً 27 نفر پیشمرگه، منم مسئول نظامش بودم، که قرار بود 8 نفر رو ما کلن پیاده بریم، یعنی از خود سلامت تا اون مقری که بردستور بود نزدیک سردشت دو روزه بایستی تیمی کردیم. 8 نفر از اعضای کمیته مرکزی و دفتر سیاسی با این ترکیب بودن. یکیش یادش به خیلی نادر بود که من میگم نادر چون هی با این اسم باش بیشتر رابطه برقرار کرده بودم، هم بالاخره ارتباط داشتم. نادر بود، حمید تقوایی بود، بعد عبدالله مهتدی و ابراهیم علیزاده و شعیب زکریایی و حسین عجم و عمر ایلخانزاده و ماموسا شیخ عیزدین. این 8 نفر رو ما سپردن که در واقع ما دو روزه عبور حرکت کنیم به طرف جایی که قرار بود کنگره باشه. تو مسیر را انقدر این احساس نزدیکی من خودم نسبت به نادر پیدا کرده بودم. یه دشتی بود که بین اغلان و بردسور خیلی فاصله بود، فاصله 2 ساعته بود تو را رفتن. من کلن کل مسائل زندگیم، بچگیم، تحصیلم، کشتیم، کلش رو براش توضیح دادم و متقابلن هم نادر کل زندگی خودش حداقل از مدرسه بودنش و فوتبالیست بودنش و کلش من گفتم براش قبول توضیح دادم. بالاخره ما رفتیم خود کنگره، من مسئول نظامی کنگره شدم. بعد ترکیبی هم که دعوت شده بود ایرش تو یک نوشته نوشته، اون ترکیب حداقل 4 تا سخنران اصلی داشت، 4 تا دیگه، یکیش عبدالله مهتدی بود، یکیش جلال طالبانی بود که با ملا بختیار و اینا اومده بودن، یکیش شه عیزدین بود، یکم نادر به مسابقه منصور حکمت که تو اون کنن اولا بحثا هست، کل این نواراش هست و بحثا هست رو تیچی. بعد شبا بحث میشد مخصوصا سر این مسئله برجوازی ملی مترقی خیلی بحث شد، اونجا بحثای زیادی رد و بدل شد. بعد روزی که جلال طالبانی میخواست بره نادر رو دعوت کرد، نادر رو دعوت کرد که چون منطقه شون هم مقرشون نزدیک بود، حداقل بردستور تا اون تا مقر اونا که خرنوزن و توجله بود تقریبا 1 ساعت تا 2 ساعت میکشه، چون
یه منطقه بود قاسم رش رو از اونجا هم میرفتید. بعد این عبدالله مهتدی من اصلا اگر کم نادر قرار دعوتش کردن و برای ما هم 3-4 تا پیشمرگه رو بهشون گفتیم و محسن رحیمی هم اومد و ما رفتیم اونجا. رفتیم ساعته تقریبا 2 بود 2 نیم بود، چون دیگه وقتی راه افتادیم نهار رو تو قزمرش خوردیم، رفتیم توی یه جای نشستیم و یه غذای خوردیم و ساعت 2-2 نیم رسیدیم مغاری که مال جلال طالبانی بود، تو جله بهش میگفتن، یه منطقه ای که یه درخت گردوی بزرگی بود و یه جای قشنگی رو درست کرده بود، یه خونه هم داشت، خونهش مثل که از سالش این سال 60 میگم، از سال 60-61 بود، یه اردیبهشت 61 بود، اردیبهشت بود، درست خونه ای که اونجا داشت جلال طالبانی تو اون کو. واقعا من همین الان هم تو این اروپا خونه اینجوری ندیدم، خیلی تمیز بودن این کانادی که داشت اون بالا، اون برم پیشمرگه که داشت اصلا نون خوردن نداشتن. بعد از بالاخره سلام و احوال و اینا شروع شد و بحث کردن، کسایی که تو اون بحث شرکت کردن اون طرف جلال طالبانی بود، نوشیروان بود، ملح بختیار بود، بعد فریدون عبدالقادر بود، ملازم عمر بود، حدوداً 7-8 نفر بودن، اغلب هم فارسی بلد بودن بخاطر اینکه رابطه داشتن و ارتباط داشتن با ایران. این بس از ساعت 5 بعد از ظهر ادامه پیدا کرد تا میتونم بگم ساعت 2 شب. آخرین دیگه بحثی که شد که در واقع قطعی کرد جلال طالبانی بود، برگشت گفت، حالا به کردی به فارسی میگم، گفت من از من حرفای کارنادر درسته، برجوازی تو هیچ سطحش نمیتونه مترقی باشه، نه ملیش نه غیر ملیش. درست ساعت 2 دیگه بعد از اون خوابیدیم و صبحش دیگه بلند شدیم برگشتیم. یعنی مهم بود براش که در واقع گفتم نفوذ کلام و مخصوصا قانع کردن کسایی به خط خودش، به خطش، به راهش و به مسیری که میخواست جلو.